سراب ابو قوت کربلا چه دوا داره؟ یه دقیقه روزانود بشین، یه دقیقه دو دقیقه، چون زیارت آداب داره محترم. بریم از کجا بریم؟ بابر قبله نه، بین الحرمه. ها بریم، آماده این شاه سلامون علی حسین، سلامون علی. من فقط باید ببرم تو دیگه، خود درجا شاه سلامون علی حسین، سلامون از دل بیتاب، سلامون علی حضرت اربا حسین، دلم بوده کرد صدا به حرم میرسه میرسه. السلام علیک یا ابو عبدالله، السلام علیک یا ابو الفضل عباس. از راه دور هر روز سلام میدم به تو تا آخرین لحظه عمر. شما جان رقیه تو من نگاه کن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا حسین من حقیر رو هم دعوت کن بیام کربلا. من حقیر وانا لكم تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم لا مع عدوكم، اني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنه. أشهد وأشهد الله
المجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه المبالغون على أحبائه وجزاك الله أفضل الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان که داریم پخش زنده اینستاگرام اینجا کربلا رو مشاهده میکنید و سلام میکنم خدمت بیننده های خوب شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. همینطور که داریم مشاهده میکنید الحمدلله بین الحرمین هستیم و داریم با این عاشقانی که اومدن کربلا و عرض ادب کنن با آقا سید الشهدا و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام با این عاشقان قدم میزنیم و روبروی من گنبد و گلدسته های طلایی آقا سید الشهدا علیه السلام هست. به نیابت از همه شما عزیزان دست ادب به سینه میذاریم و با هم سلام میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين جميعا و رحمت الله و برکاته. برمیگردیم به سمت مولامون آقامون ابوالفضل عباس علیه السلام. به نیابت از همه شما هم سلام می کنم. السلام علیک یا سیدی و یا مولا یا ابوالفضل العباس. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین یا ابن ام البنین جمیعا و رحمت الله و برکاته. خب دوستان که پیام دادین پیاماتونو تو کربلا و تو بین الحرمین به صورت زنده می خونیم. سکا خانم نگین سلام علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم السلام و رحمت الله آقا مهدی یا حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. بیستم سمت آقامون و سلام کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. آقا حسن سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. التماس دعای فراوان انشاءالله که دعاگو و ناب زیارتون هستیم در کربلای معلا. سکا خانم نگین السلام علیک یا عباس یا حسین. السلام علیک یا الفضل عباس. سلام علیک. سر سر احسنتم. خدا خیرتون بده. لطفا برای زین دعا کنین که زودتر شیعه بشه. انشاءالله ما دعا میکنیم، چرا که نه. انشاءالله که هرچه زودتر اهل بیت علیه السلام دستشونو بگیرن و به سمت محبین آقا امیرالمؤمنین علیه السلام بیان و شیعه بشن. یا الله. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب خیلی دلم تنگه ارباب. انشالله که هرچی زودتر تشریف بیاریم و این دلتنگی برداشته بشه و خودتون انشالله تو بین الحرمین بشینین، برین حرم خودتون
زیارت کنین. من همینطور از حرم تا حرم دارم قدم میزنم و پیام های شما عزیزان رو اینجا میخونم. التماس دعا، انشالله که دعاگوتون هستین در کربلا و حرم آقا سید الشهدا و حرم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، لبیک یا حسین. یا ابا عبدالله، من یه خانواده شیعه واقعی میخوام، انشالله که هر چیزی که خواستین خدا آقا به کرمشون به شما عطا کنند. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. السلام علیک یا قمر بنی هاشم. خدایا به حق خون حسین جان نور شیعه رو تو دل نامزد من روشن کن انشاءالله. التماس دعا، انشاءالله که دعاگو و ناب زیارتون هستیم در کربلای معلا. همه در اوج شلوغی ره خود گم بکنند، من دانو بگیره و هرچه سریعتر کربلا بیان و خودتون زیارت کنین و حاجتاتون رو هم از ارباب بگیرید. خواهش میکنم از شما و همه دوستان که برای زین دعای ویژه کنین. طعم شیعه بودن رو بچشه. انشالله ما دعا میکنیم و هرچه سریع تر انشالله شیعه بشن. یا امام حسین، پدر و مادرم به فدا، ما رو فراموش نکن. انشالله اهل بیت علیهم السلام همه مو هستن و کسی رو انشالله فراموش نمی کنن. یا باب الحوائج احسنتم. بله، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام باب الحوائج هستند. ما هم روبرو آقا ابوالفضل عباس علیه السلام ایستادیم و میگیم یا باب الحوائج، شما که باب الحوائج هستین، حوائج همه رو شما روا کنید. خدا رو شکر، انشاءالله شفای همه مریضا، انشاءالله که هرچه زودتر همه مریضان شفای عاجل نصیبشون بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام، خسته نباشین. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین. سلام علیک یا ابا عبدالله، خیلی محتاج دعام. انشالله که اینجا دعا دعام، انشالله که اینجا دعا دعام، انشالله که اینجا دعا
دعام انشالله که اینجا دعا سلام بر حسین، سلام بر اصحاب حسین، سلام، مشکل دارم یا حسین، سلام بر کربلا. مغرب و مشرق به پایت می دهد جانها بیا، از دل دریای پنهان شقایقها بیا. شد خزان دنیای تار و سینه زندان ما، کوفه دارد اشتیاق از قبل پا بر جا بیا. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. تو رو خدا از طرف من نایب و زیاره باشید، منو دعا کنید. درد دارم، مشکل دارم، گرفتارم. امام حسین قربونت برم، آقا جون کمکم کن، تنها نذار. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و یا قمر بنی هاشم و رحمت الله و برکاته. سلام بر حسین و اولاد حسین، سلام بر سقای دشت کربلا. جان خودتان الان که کربلا پیش آقا خوشید، یادی از ما هم بکنید. بگید آقا خیلی ها گرفتارند، درد دارند، درد فراق، دوری شما، کمک کنید. همه ما رو هم در گوش کنارها، اگر راه داشت چشم نظری بیندازید. انشاءالله هرچه زودتر بیاییم خدمتتون آقا جون، عرض ادب کنیم. التماس دعای فراوان دارم از شما عزیزان. شبکه حضرت عشق آقا امام حسین علیه السلام، خدا خیرتون بده، وطنتون سالم. ایام فاطمیه رو تسلیت میگویم. لبیک یا حسین پسر زهرا، مرا دعا کن. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. آقا جان، اربابم، هوای نوکر تو داشته باش. آقا جانم، از آقا امام حسین بخواین بابا مشفا بده، به حق مادرش زهرا. التماس دعا. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. التماس دعا دارم. کربلایی علی رضا هستم از افغانستان. یا ابوالفضل خودت کمکم کن، یا حسین کمکم کن. السلام علیک یا حسین ابن علی، یا سید الشهدا، یا ابوالفضل العباس، یا قمر بنی هاشم، کمکم کنید. کارم تو همین ماه جور بشه، برم سر کار. خواب بودم، خواب دیدم مردم، بی نهایت خسته و
افسرده ام. تا میان گور رفتم دل گرفت، غرب کن سنگ لحد را گل گرفت. سلام، السلام علیک یا ابا عبدالله، برا من دعا کن، برای 5 برادرم هم دعا کن که خیلی گرفتارن، انشاءالله که همه حاجت روا بشن. منم دلم شکسته، برام دعا کنید. از امام حسین میخوام حاجتم رو بده که خیلی گرفتارم. از امام حسین میخوام که حاجت دختر دل شکستم رو بده. السلام علیکم یا سار الله و ابن ساری و بکر المنس و الموت. السلام علیکم و علا ارواح و نتیه اللہ سنائی. السلام علی حسین و علا علی ابن حسین و علا اولاد حسین و علا اصحاب حسین. خدایا به حق تنگیدن آدم محمد جوانان را نجات بده، مریضا را شفا بده، ریشه ظلم را بکن، تعدیل در فرج امام زمان بفرما، انانم را خوشبخت کن، علی من را به من ببخش، ما را پیش و او را پیش من برگردون، راه راست را به همه مسلمانان نشان بده. یا امام حسین خوش کن. خودت من کمک کن آقا جم، جستان به من اولاد داری، خودت من کمک کن آقا، یه کار رو من باید کن آقا.
السلام علیکم یا امام حسین. السلام علیکم یا آقا ابو عبدالله حسین. یا امام حسین. آی امام حسین. یا امام. یا امام حسین خدایا بچه های من برای نیک هدایت کن. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين بن سيد البدين. السلام عليك يا ابن فاطمه سيد العالمين. السلام عليك يا قمر منير بني هاشم. خدایا همه مریضان اسلام را شفا بده. التماس دعا. السلام علیکم یا بزرگوار. السلام علیکم یا حضرت علی یا حضرت زینب. السلام علیکم یا بزرگوار. گرفتاریم کمک میکن آقای امام حسین، جوانا را کمک کن، خودت به داد مریضا برس، همه مریضا گرفتارن. آقای امام حسین جان معذرت، مرم دوره به طلب بیاییم پابوسه. یا امام حسین، یا امام حسین، تو را به آمیر زهرا مرم دعوت کن بیاییم پابوسه باباد حضرت علی. سلام مرم حضرت علی برسون. همین جوانه را دعا کن عاقبت به خیر بشه. مریضیم، گرفتاریم، التماس دعا داریم. آنم که عاشقم بیان پابوسید. یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، دست من خالی است، دست خالی که خبر داری، دست ما را بگیر. آبرمون نرد. کل جمیعا سلام بر همه اماما. التماس دعا داریم. السلام علیکم یا ابوالحسن. السلام علیکم یا امام حسین. یا امام حسین کل مرض را شفا بده، کل مرض را شفا بده. یا امام حسین. السلام علیکم یا امام حسین. کل مرض را شفا بده.
معتز تویم یا امام حسین. سلام علیکم. يا أبا عبد الله، السلام عليك الحسين ولا علي ابن الحسين، السلام عليك الحسين ولا أصحاب الحسين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس الأمدار حسين عليه السلام، السلام عليك كل جميع شهداء كربلاء. اللهم اجی ولیک الفرج، آقا ما را ناامید بر نگردان، این برادری که ما آوردیم کربلا ناامید بر نگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام نکن آقا، سلام نکن سر جون و مادرم خسته مدونه مشکلی من هم هر بود دعوت هم بکن بیان بیارت یا امام حسین، خودت کمکم بکن، جون و مادرت خسته مدونه و کمکم بکن. یا بابا
سفید آرزی کرمنا به دقیقه چند ساله آرزی کرمنا بسم الله الرحمن الرحیم. مرقد شاهزاده حسین ابن الربا سلام الله علیه، استان قزوین، ملجع شیعیان ایران، خاصه استان قزوین. این هم ورودی این امامزاده گرانقدر. اینکه که عرض کردم فرزند آقا علی ابن موسی الربا علیهم آلاف التحیت و الثنا. بنایی خیلی قدیمی ولی همانند خود اون عزیزی که درش دفن هست، الحمدلله رب العالمین، سر پا و محکم ایستاده، یکی از نشانه های شیعیان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على جدك المصطفى، السلام على ابيك المرتضى الرضا، السلام على السيدين الحسن والحسين، السلام على خديجة أم سيدة نساء العالمين، السلام على فاطمة أم الأئمة الطاهرين، السلام على النفوس الفاخرة بحور العلوم الزاخرة، شفعائي في الآخرة وأوليائي عند عود الروح إلى العظام الناخرة، أئمة الخلق وولاة الحق، السلام عليك أيها الشخص الشريف الطاهر الكريم يا حسين بن علي بن موسى الرضا عليهما السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه، وأن عليا وليه ومجتباه، وأن الأئمة في ولده إلى يوم الدين. نعلم ذلك علم اليقين ونحن لذلك معتقدون وفي نصرهم مجتهدون و رحمت الله و برکاته. این زیارت رو من به نیابت شما تمام عزیزان اینجا در مرقد مطهر شاهزاده حسین فرزند آقا امام علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثنا خواندم. امیدوارم خود شما هرچه زودتر مشرف بشید. به به، چه ایوان با صفایی. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده احمد باقری هستم، مدیر آستان مقدس حسین ابن علی ابن موسی الرضا علیه السلام. خب در آستان مقدس امامزاده حسین علیه السلام که در شهر قزوین مدفون هستند، امامزاده حسین فرزند بلافصل امام رضا علیه السلام هستند که 2 سال سن داشتن. در قزوین بیمار میشن و در همین جا از دنیا میرن و در این مکان مدفون میشن که امامزاده حسین علیه السلام در حالا بعضی از کتاب ها که میان میگن امام رضا علیه السلام یک فرزند داشته به نام امام جواد علیه السلام، نه، در تاریخ هستش که امام رضا علیه السلام 5 پسر ذکور داشته، 5 فرزند ذکور و 1 دختر داشته که 4 فرزند ذکورشان در زمان طفولیت از دنیا میرن، امام جواد علیه السلام زنده میمانن که و جانشین امام رضا علیه السلام میشن. حالا چگونه امام رضا علیه السلام به شهر قزوین اومدن؟ 2 قوله. یک قول این که در سال 197 هجری قمری قبل از این که به مشهد مقدس بیان اومدن قزوین، منزل که چون در اون زمان قزوین اهل تسنن بوده، امام رضا علیه السلام مخفیانه وارد قزوین شدن و در منزل مسکونی سلیمان ابن داوود قاضی که یکی از مشهورترین شیعیان اون زمان و علمای بزرگ اون زمان شیعه بوده در قزوین، در خیابان نادری فعلی که بعد از حضور امام رضا علیه السلام و فوت امامزاده حسین علیه السلام، اونجا رو این عالم شیعه
وقف مسجد میکنه که الان وقف مسجدی به نام سوخت چنار هستش. اگر یعنی کنار مسجد سوخت چنار هم برید، در گوشه ای از اون کتیبه ای هست که حضور امام رضا علیه السلام رو در اونجا بیان میکنه. امامزاده حسین علیه السلام اونجا فوت میکنن و در این مکان که باغ سلیمان بن داوود قاضی بوده، اولین قبری که اینجا بنا میشه قبر حسین بن علی بن موسی رضا علیه السلام هست. و در تاریخ داریم حمدالله مصطفی، عبدالکریم رافی، شیخ باهایی رحمت الله علیه، و دلیل دیگر هم که علی ابن شازدان که از صحابه امام رضا علیه السلام بودند در کنار قبور خانواده مطهر شهدا اونجا مدفون هستند. یه اتاق کوچیکی داره، حالا میتونید اونجا رو هم عزیزان بیان ببینن یا مشاهده کنن. در این مکان مقدس حالا علما و صلحای بزرگی اومدن و چون بر اساس اون چیزی که در تمام شجرنامه های شهر شهر کشور ایران رو حضرت آیت الله مرعشی به دست آوردن، اینجا دستخط آیت الله مرعشی هستش که علمای بزرگی من جمله حضرت آیت الله نوری همدانی که تشریف آوردن 4 سال یا 3 سال پیش سوال کردیم، دستخط مبارک آیت الله مرعشی رو نگاه نکردن، گفتن اگه دستخطی باشه بدون شک شبهه‌ای باید قبول کرد که فرزند بلافصل امام رضا علیه السلام هستش. دست شما درد نکنه آقا، خیلی ممنونم از اینکه توی این گزارش به بنده کمک کردین. امیدوارم همیشه در خدمت اهل بیت سلام الله علیه اجمعین باشید. سلامت باشید، دعاگو ما باشید انشاءالله. انشاءالله یا
صبح بخیر، خسته نباشی، برامون دعا کنید. لبیک یا حسین. ببخشید ایرانی که تو کربلا هستید، برامون دعا کنید. یه مشکلی دارم، دوست دارم برام دعا کنید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. سلام بر حافظ شهید کربلا، سلام بر حضرت فاطمه علیه السلام، سلام بر امام حسین حضرت اول فضل العباس. التماس دعا، طور خدا شب زیارتی آقا هستش. التماس دعا، خانم سمیه سان شهریار، طور خدا برامون دعا کنن. التماس دعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و الله التي حل بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقی تو بقی لیل و بالنهار و لا جعله الاخر الهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی الاولاد الحسین. التماس دعا، التماس دعا. حاج آقا سلام علیکم، خسته نباشین. استان البرز استان نظرآباد مزاحمتون میشم. من جناب آقای سید میثم سرآبادانی هستم، از نظرآباد مزاحمتون میشم. برای ما هم دعا کنی حاج آقا. یا علی، التماس دعا. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا امام حسین، یا ابا الفضل، به حق بیبی فاطمه زهرا دست ما هم بگیر و گرا از مشکلات باز بشه. آمین. عزیزتری دیتی آقا امام حسین عبالفزه ام مغیرتی مقابل جریر آقا امام حسین عبالفز تو رو بکنم مادره تو رو به عزیزترین دیتی من اونجا یاد کن ایسالا هر چه دیتر شده خودم رو به شما میرسونم تو خدا هم مغیرتی مقابل حرم عبالفز من رو یاد کن بگو آقا این مخلصی بسید که چشم جای حرمتو اینی که عبستگی نوکرت خاندمت تو رو به امام حسین قسمت دادم ام موقع رفتی من رو یاد کن اونجا تاج سرمی. عشقم، جونم، آقام، اربابم، آقام، ابا عبدالله الحسین علیه السلام، عشقم، جونم، آقام، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس علیه السلام، السلام علیک یا زینب کبرا سلام الله علیها. بطلب آقا جان بیایم اونجا پابوس فضاد بشم آقا جان. یا ابا عبدالله الحسین، یا ابوالفضل عباس. Thank you.
مسیحی زرتشتی و کلیمی حاجت بگیرد از تو از بس که تو کریمی پر کن از آن نگاهت دستان زیر دینی من آمدم